چگونه وقتی خود مدیریت کنیم و از زمان خود، از وقتی که داریم درست استفاده کنیم. هر انسانی در شبانه روزی 24 ساعت وقت داریم و این 24 ساعت در دستی از ماه که ما اون 24 ساعت چگونه استفاده میکنیم. خصوصا وقتی که ما جوان هستیم، طلایی ترین بخشی عمر ما جوانی ماست که ما میتونیم از این 24 ساعت یا از جوانی که داریم از او استفاده کنیم، هر چیز را که در زندگی خوب خواسته باشیم را خلق کنیم. اگر شما شخصی هستین که به دنبال تغییر هستین، به دنبال پیشرفت هستین، شاید قبلا کتابای رو خوندین، ویدیوهای رو گوش کردین که درباره مدیریت زمان، درباره استفاده درست از وقت، خیلی چیزا رو شنیدین و یاد گرفتین. ولی ما میخواییم در این ویدیو یک چیز با شما در میان بگذارم. اویی است که بسیار مهم است، ای که ما از زمان خود چگونه استفاده کنیم. اکثر کتاب‌های آموزشی انگیزشی اینا برای شما میگه که مثلا سوی وقت بخیزین، نمیفهم هر ساعت خود ساعت بندی کنین، مثلا هر زمان تو باید دقیق بندی باشه. شاید آدم این کارو بتونی، مثلا زمان خود دقیق بندی کنی، فلان ساعتی کار کنم، فلان ساعتو کار کنم، شاید بتونی آدم برای یک ماه، مثلا یک هفته یا یک سال تو شاید بتونی، ولی سرانجام آدم این خسته میکنه که هر دقیقه بشین ساعت در کار انجام بدی. مهمترین چیز در استفاده زمان، استفاده درست زمان ای است که ما زمان خود چگونه استفاده میکنیم، در چی استفاده میکنیم، در چی مصرف میکنیم. ای است که مدیریت زمان واقعی است. مثلا افراد، خیلی افرادای موفق میشناسیم که شاید در مصاحبه خود گفتارای خود چیز دیگه بگه، ولی در عملا که میگریم، مثلا ما یک مصاحبه غزل عنایت است، غزل سادات، غزل سادات ثروتمندترین شخص یا زن در افغانستان است. در مصاحبه کوکتود می گفت که من صبح ساعت 10 بجه از کار از خواب می خیزم میرم سر کار میرم. اگر صبح وقت چیزای کتابای آموزشی و کتابای مثلا انگیزشی بری از منگا، ویدیوهای انگیزشی میگم، مثلا صبح وقت از خواب بخیزی، اگر صبح از خواب وقت بیدار شدن بود که باید او در این جایی که است، در این جایی نمی بود. پس بدانیم که صبح وقت بیدار شدن نیست که ما را در یک جای میرسنه، ایست که ما از وقت خود چگونه استفاده میکنیم. مثلا شاید او بیشتری وقت خود روی کارهای استفاده کنه، در روی موضوعات استفاده کنه که در او کارها خوب است و او کارها را انگیزه داره که انجام بدیم. اگر شما ما میخواین مدیریت زمان خوبی داشته باشین، از وقت خود درست استفاده کنین، او ایست که وقت خود به سر کارهای استفاده کنین، بیشتری روز خوره، اکثری وقت خود در سر کارهای مصرف کنین یا بگذرانین که در او کارا خوب استین و علاقه دارین. اینمی قسمت است که هر شخص موفق میسازه. مثلا غزل نوید، اگر غزل ببخشن، غزل صداد اگر دیر از خواب میخوزه، شاید بیشتر روز خوره در سر جمع کردن مشتری های جدید، گستریش مو کسب و کار که داره شاید مصرف کنه، و همچنین افرادهای دیگه موفق که در دنیا هسته، اونا شاید خیلی هاش صبح وقت از خواب بخوزه، شاید خیلی هاش دیر بخوزه، ولی مهمترین کار یک اصلی اساسی که در بین از اینا هسته که اونا انجام میده ایه که اکثر زمان خوره در روی کار مصرف میکنه، روی چیزی میگذاره که از اون قبیل خود او کار علاقه داره یا در او کار خوب است. پس شما که میخواین که مدیریت زمان درستی داشته باشین، مهمترین شرط، اساسی ترین شرطیه که بیشتری روز خوره، اکثر اوقات خوره در روی کار یا در روی موضوعی بگذارین که در او کار از ته دل خو علاقه دارین و در او کار خوب استین. شاید شما علاقه مند ازی باشین که مثلا با مردم ارتباط برقرار کنید، شاید شما یک کار در او خوب هستین که فروشندگی شاید شما خوب باشه، شاید در آشپزی شما خوب باشی. اگر اکثر زمان خود، اکثر انرژی خود ما در روز 24 ساعت، مثلا در شبانه روز 24 ساعت وقت داریم، از این 24 ساعت شاید 7-8 ساعت از رو خواب هستیم، یک 3-4 ساعت دیگه شر مصرف وقت خوردن و اینا میشه و برای از ما باقی میمونه، تقریبا میمونه یک 7-8-9-10 ساعت میمونه. اگر از 7-8-9-10 ساعت ما تقریبا 3 ساعت یا 4 ساعت از این وقت یک زمانی که ما در اون زمان انرژی بسیار خوبی داریم، مثلا بعضی ها انرژی بسیار خوب داره از طرف صبح و یا بعضی ها خیلی انرژی خوب داره یا حالت راحت داره از طرف بعد از ظهر ساعت های 1 و 2 بجه،
هر زمانی که وقت شما است، اگر از امو زمان خوب استفاده کنی، امو زمانی حالتی که انرژی شما بالا است، توانایی شما، خلاقیت شما بیشتره، اون امو زمان خوب استفاده کنی که شاید بیشتر از 2-3 ساعت نباشه، او را استفاده کنین، روی کار یا روی موضوعی تمرکز کنین که علاقه دارید به او، روی کار تلاش او تمرکز خود بگذارین که میتونه آینده شما را تغییر بده. این بهترین استفاده از زمان است، بهترین شیوه مدیریت زمان است. هر چقدر که ویدیو گوش میکنین که شما را مثلا ویدیوهای انگلیسی یا کتابهای انگلیسی که میگه صبح وقت بخیزین نمیفهم چیکار کنین، هر دقیقه تا دقیقه بندی کنین، اینا هیچ کار پیش نمیبره. چیزی کار پیش میبره ایه که تمرکز اصلی تو روی چیه و بیشترین وقت رو تو در روی چی مگذرانی. شاید به ریاضی خوب استی، شاید به فروشندگی خوب استی، آشپزی خوب استی، روابط با مردم خوب استی، به هر کار که خوب استی اونمو کار بیشترین زمان خود در روی ازمو کار بگذار و اونمو کار میشه که تو را زندگی تو رو تغییر بده و سرانجامی که شخصیت تو رو تغییر میده و تو رو در یک جای میرسانه. اگر برین آدم های موفق هم تماشا کن، اونا کسایی هسته که اکثر وقت خود روی چیزی میگذاره، روی موضوعی میگذاره که ده او کار یا ده او موضوع خوب هسته. پس شما مگه میخواین مدیریت زمانی درست داشته باشین، هیچ مثلا هیچ تحقیقی واضحی نشان نداده که اگر تو صبح وقت مثلا صبح بسیار وقت بخیزی، شب هم دیر خواب کنی، موفق میشی. و همچنین هیچ تحقیق هم نشان نداده که اگر تو تمام روز خورا مثلا ساعت بندی کنی میتونی موفق شی. نه، تنها چیزی که یک چیزی که بین همه آدم های موفق وصل است یا مثلا مشترک است ایه که اونا اکثر زمان خود، بیشتر زمان خود روی کار ایشته که او کار بیشتر دوست داشته و او کار خوب بوده. و خصوصا که ما هر انسان، مثلا هر آدمی که، هر انسانی که باشد، در جریان روز در طول 24 ساعت چند ساعت بسیار حالتی خلاقیت و حالتی انرژی خوبی داره. اگر امو زمان خود روی از امو کار، شاید یاد گرفتن موضوعات جدید است، شاید کسب کار جدید است، شاید مثلا گفتم که آشپزی، هر چیزی که شما در کار خوب استید، امو انرژی خود روی از امو کار در زمان بگذار، در بارش تحقیق و در بارش بیشتر یاد بگیر، امو کار است که شما را موفق میکنه در زندگیتان و شما را در جایی که میخواین در اونجا میرسن. از جوانی خود، از وقتی که داریم، از این درست استفاده کنیم، ایر روی موضوعاتی بگذاریم، روی چیزهایی بگذاریم که اینا زندگی ما را تغییر میده و ما را میتونه از جایی که استیم در جای بهتری، در جایگاه قشنگتر قرار میده. نه اینکه رو انرژی خوب خود آلت تمام روز خود بیشتر وقت خود روی موضوعات علیکی بگذاریم که برای از ما هیچ نفع، روی اخبارهای علیکی نفهم، روی اسنپ چت و فلان و نفهم چی و چی، برنامه های سوشل میدیا بگذاریم که هیچ نفعی برای از ما نداره. او اگر وقت خود روی از او برنامه هم بگذاری، ایج وقت مثلا توقعی از او نداشته باش که اگاینده بهتر یا اگاینده قوی تر داشته باشی. چرا؟ که تو وقت خود روی کار و روی پیشرفت دیگران میگذاری. اگر میری مثلا در فیسبوک یا یوتیوب یا سوشیل میدیا، هر کدام از ایناست، اگر تو تمام وقت خود بیشتر سپری میکنی در اونا، پس بیدن که تو وقت خود مگذاری که بنیانگذار از امو مثلا زاکربرگ است یا نمفهمون هر کسی که می برنامه ها را مون سوشل میدیا را خلق کرده، وقت خود انرژی خود میگذاری که اونا موفق شد. پس اگر خودت میخوای موفق شوی، این انرژی و این زمانی که در اختیار داری، ایره زیاد نه، در روز 2-3 ساعتی وقت خود روی امو کاری بگذار که تو علاقه داری. مهم نیست اگر حالی درس میخونی، کار میکنی یا هر چیزی که هست، اگر در روزی 3 ساعتی از وقت خود روی موضوعی بگذاری که علاقه داری، اون موضوع تایی چند سال زندگی تو رو تغییر میده و خودت یک آدمی موفق و یک انسانی میکنه که از زندگی خوب، از چیزی که هست لذت بره. شاید 3 ساعتی از روز خود روی یاد گرفتن یک زبان جدید بگذاری، شاید 3 ساعتی از روز خود روی از این که آموزشی فروش یاد بگیر روی ازو بگذاری، شاید 3 ساعتی از روز خود روی از این که مهارت خود رو با مردم قوی کنی با این بگذاری، شاید 3 ساعت خود روی آشپزی یا هر موضوعی که اگر شما تمرکز کنید، نه اینکه یک روز یک کار یک روز یک کار نه، در هر کاری که گفتم شما خوب هستین، ده او علاقه دارین، امو کار پیدا کنین، 3 ساعت از روز خود روی ازمو موضوع بگذارین، هر چقدر که تمرکزتون بالا باشه، امو موضوع باعث میشه که زندگی شما رو در آخرم تغییر بده. نمیدونم شما مثلا دی
و مثلا در این حصه زندگی خود یا در این موقعیت زندگی قرار در نمیدن که چی چیزهایی را به دست آورده. اگر شما مثلا یکان چیز را به دست آورده، یک مقام را، یک جایگاه را، یک کار را، یک حرفه را، مثلا اگر تو یک کسی هستی که میالی از یک حرفه یا یک کار را که یاد داری در یک جای استخدام شدی، سریکار شدی، به گذشته خود نگاه کن که تو چقدر وقت روی از امو برنامه یا امو چیزی که بود، روی از امو موضوع، شاید فروشندگی بود، شاید بالا بردن مهارت بود، سالای قبلی چقدر دوامدار تمرکز و انرژی روی از اویشتی تا اینکه او باعث شد خیلی وقتا شاید هم دلزده می شودی، ولی با وجود اگر دلزده می شودی هر کار بود بالاخره این موضوع یا امی چیز را که دوست داشتی ادامه دادی، ادامه دادی تا اینکه در یک حصه رساندی که او باعث شد که بتونه زندگی تو رو در یک جای دیگه قرار بده و امو باعث شد که سرکار شدی، امو باعث شد که یک فروشنده خوب شدی، امو موضوع یا امو چیز باعث شد که تو اینقدر پولی رو به دست بیاری. از این بعد هم همونطور، اگر شما تمرکز خود روی یک کار، روی یک موضوع در هر روزی 2 ساعت 3 ساعت از وقت خود روی ازو بگذارین یا بیشتر اوقات خود روی ازو موضوع سپری کنین، دربارش تحقیق کنین، دربارش چیزهای جدید یاد بگیرین، امو موضوع تایی چند سال آینده باعث میشه که شما کسب کار خود را اندازین، باعث میشه که شما از طریق از او استخدام شوین در یک جای، باعث میشه که شما یک شخصی موفق باشین، یک کسی باشین که ارتباطتان، رابطتان با جامعه و با مردم خوب باشن. پس بهترین استفاده تایم، بهترین مدیریت زمان یا بهترین استفاده از وقت ما ایه که ما بیشتر وقت خود روی موضوع یا روی چیزی بگذاریم که در او کار علاقه داریم یا در او کار خوب استیم، یعنی ذاتاً در او کار خوب استیم. اگر ویدیو را تا آخر تماشا کردین تشکر میکنم. تا ویدیوهای بعدی شما را به خداوند میسپارم. اگر از ویدیوم خوشت آمد ویدیو را لایک کنین، با چینل ما هم اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین. تا ویدیوهای بعدی شما را به خداوند میسپارم. موفق باشید.